درود بیکران پاینده ایران خیلی خوشحالم که در این ساعت با برنامه من همراه هستید به خاطر فشار بحث اینترنت و قطعی اینترنت در ایران داریم یه صحبت هایی با یکی از کانال های ماهوارهی میکنیم که به یاری خدا به زودی در یکی از کانال های ماهوارهی هم برنامه رو بدیم حالا داریم روی این کار میکنیم اونجا برنامه زنده داشته باشیم نداشت باشیم یه هم سر قیمت داریم صحبت میکنیم حالا در هفته چند ساعت بتونیم حالا اجاره ساعت بکنیم که از طریق یکی از کانال های ماهواره یا برنامه پخش بشه چون برای ما خیلی مهمه که حرفامون در ایران پخش بشه و من یه عنصر عقیدتی هستم و خیلی نگاه هم به این مسائل عقیدتی است حالا به زودی خبر میکنیم اگر به توافق برسیم خبر میکنیم ادایی که کانال های ماهواره حضور خواهیم داشت در کنار این قضیه یه خبری اومد یه بازیکن فوتبال معمولی به نام گلگوهر به نام رضا شکاری این بابا یه مصاحبه ای داره بعد کمیته انضباطی رو فشار آورده نظام بهش فشار آورد و اینا کمیته انضباطی هم ایشونو محروم کرده خدا خدایا این چی گفته گفته درود بر آمریکا ما جان نثار آمریکایی جان چه حرفی زده که مستحق اینه که محروم بشه رفتم گشتم ببینم چی گفته این بازیکن تیم که اصلا تیم گلگاهر یه تیم ناشناخته خود این پسر رضا شکاری همچین بازیکن فوتبالی نیستش که مثلا تو چشم باشه اینا چه حرفی این زده که انقدر مهم بوده که فعلا گفتن تا اطلاع سانوی برو قاطی باقلیا حق بازی نداری مصاحبه رو در آوردیم و بسیار متعجب شدیم که حرف آنچنانی نزده بذارید مصاحبه رو با هم گوش کنیم که اصلا چی میگه بعد بتونیم یه مقدار شاید بهتر قضاوت کنیم من بزنی صداش صدا بدم قسمت شد گل زدیم حالا بازی توی... رفت و بگشت زیاد حالا تو این فکرا نبودیم بیشتر اصلا میل به فوتبال نداریم نه ما بچه های کل تیمون به اجبار داریم فقط فوتبال بازی میکنیم عذیت مملکت اون زیاد خوب نیستش فقط به اجبار میان فوتبال بازی کنیم بعد از دویت خوشحالی نکردی به خاطر این بود که تیم سابقته یا مجید؟ ببینید فیداکتور برمان خیلی خوب نیست زحمت کشیده و خب یه قسمتش مربوط میشه به تیمه تلاشت کنیم ولی خب بیشترین خوشحالی خود مردم کشمه هم بود همشون دابدار هم همشون نارمه ببخشی صدا تو صدام هست بازیکن سابق تراکتور بوده الان در تیم گلگاهره یه گل میزنه به تراکتور خوشحالی نمیکنه میگه خوشحالی نکردم هم بخاطر که تیم سابقم هم خاطر وضعیت امروز مملکت میگه اصلا وضعیت امروز مملکت به گونه ایست که هیچ کدوم نه من هیچ از بازیکنان دست و دلشون به بازی نمیره بعد این بچه رو محروم کردن 24 سالش هم هست محرومش کردن گفتن دا نه نباید فوتبال بازی کنی ببین اصلا چیز عجیبی نگفته که الان من فکر خیلی حرف مهم می زده. بابا گوشت و پوست و استخونن اینا اینا بازیکن فوتباله ولی گوشت و پوست و سخونن. من نمیفهمم چرا بعد بر... آخی دوباره گوش کنی قسمت شد گل زدی مالا بازی رفت و برگشت زیاد حالا تو این فکرا نبودیم بیشتر اصلا میل به فوتبال نداریم نه ما بچهای کل تیممون میگه میلی به فوتبال نداریم بچهای کل تیممون یه جورایی اجبار داریم فقط فوتبال بازی وضعیت مملکت زیاد خوب نیستش خب من تعجب میکنم ایشون یه بازیکن فوتبال که تو اون مملکت داره زندگی میکنه والا ما که الان فرسنگ ها فاصله داریم با اون مملکت در جزایر قناری هستیم جزایر قناری هم که دیگه میدونی دیگه تعریف نکنم دیگه شرط مالیمون هم خدا رو شکر خوبه وضعیت زندگیمون خوبه اتفاقات ایران بر از این قتل محسا امینی که نظام این دختر رو به قتل رسون و بعد پشبندش نزدیک 500 نفر رو به قتل رسون و کشت و اعدام کرد واقعا جنایت های گسترده این نظام در حق این ملت کرد ما ها که فرسنگ ها دوریم و داستان های دیگه ای داریم تازه یه بخشی از این نظام دفاع میکنیم زندگی بهمون سیاه شده واقعا در این چهار پنج ماه زندگی نه نه من هیچ کس یعنی چه براندازه چه اپوزیسیونه چه حتی هواداران این نظام به وقتی که فضا آلوده است شما بگم این نیروهای مذهبی هم تو شرط خوبی نیستن ببین فضا رو وقتی که شما اسپری پیف پاف و ورداری همینجوری پیفاف بزنی امر به معروف پیفاف بزنی نهی از منکر پیفاف بزنی حسین بازی پیفاف بزنی قائم با شک بازی پیفاف بزنی گشت ارشاد پیفاف بزنی طرح افاف و هجاب و مردم عصبی بشن بریزن این اتفاقات بیفته اون مذهبی هم الان حالا چون تو این پیفافی که داری میزنی خودت هم داری توش نفس میکشی تو هم داری تو این هوا استشمام میکنی خودت هم الان حالت خرابه وقتی که فضا به این شکل داره در میاد همه حالشون برای های نظام حالا یه فوتبالیست معلومه که حالش بده حرف خاصی نزده خب وقتی که میای اینو محروم میکنی این نشانه چیه حال بذار یه با همدیگه رکتر باشی نظامی که از هزار نظر یک فوتبالیست در این حد برا شفته میشه و اومده مصوبه داده به تمامی تیم ها که اگر بازیکنانتون چون اینا دستورات بالایی الان مثلا معصبی ها میگن چه ربطی به نظام داره آره نه خود نظام نمیاد مستقیم نظام ببخشید اون که یه تیم فوتباله نظام به آرایشگاه ها به سوپرمارکتی ها سوپرمارکتی چیه نظام اومده گفته آقا اگر دختری در تر افاف و هجاب دختری بدون هجاب وارد سوپرمارکتی شد بهش جنس بفروشی من اول مغازه تو رو پلم میکنم الان اومده به این باشگاه گفته بازیکناتون اگر ازار نظر کردن و شما اینا رو محروم نکردید ما کل باشگاه رو میبندیم برای میگم مدیران خیلی از این باشگاه بالاخره جز زامبیایی مذهبی دیگه دستورات از خود نظام اومده همه الان شما در یک سوپرمارکتی اگر اون فروشنده سوپرمارکتی به تو جنس نفروخ به عنوان یک دختر نرمال که هجاب سحیانیستی رو سرت نیست هجاب اون چادر مسخره زینب دست مثلا سرت نیست اون آقای سوپرمارکتی تو نباید فقط از اون داستانه ببینی نظام گفته اینجا مقصر این شما الان ببین یه زمانی من مسخره می‌کردم آقا هر کاری اتفاق میفته کار نظامه الان باید بگم بله خودم حرف خودم رو نقض دارم میکنم اینی که الان دارم میگم حضرات برام بگردن تنکاش کنن چون دیدم یه سری عقب افتادای میگن اومین چرا قبلا اینجوری میشه الان دیگه عزت نشانه اینو اوکی زمان عوض شد تا نمیفهمی تو گیر کردی به گذشته امیدانا همونجا گیر کن من همیشه رو به جلو هم مثلا کاری به گذشته ندارم من همش جلو میرم مشکل دشمنان من اینه که گیر گذشتن گذشته باشه خودتون پاره کنید شما پش بمایید تو این سالام بهتون خندیدیم بازم میخندیم از هر طیفی که باشید از چه میدونم رضا بازش میخوای باشید یا طیف خرم عصبیش میخوای ما که میخندیم اینو جلو ما چون فقط کارمون رو به جلوه گذشته مال گذشته است الان دارم حرف گذشته خودم رو نقض میکنم قبلا من مسخره میکردم به درستی هم مسخره میکردم میگفتم آقا چجوری هر اتفاقی میفته شما میخواید بندازید گردن نظام الان اگر هر اتفاقی میفته نندازید گردن نظام مسخرت میکنه ای چطور اون موقع اینجوری الان اینجوری بله اون موقع دیتا های اون موقع اون بوده بعد از اتفاق محسا امینی نظام ببخشید داره فضولی میکنه تو کار همه خود من نمیگم نظام میگه آقا من تر دادم به فروشندگانی که چیزی بفروشن به یک دختر بیا جا ما اول اون فروشنده رو پلم میکنیم پس اگه فروشنده ای به یک دختر نرمال گیر بده از چشم نظام بعد ببینید چون تر رو نظام بهش داده چون نظام رو تحت فشار قرار داده نظام اون راننده تاکسی رو تحت فشار قرار داده که اگه دختری حجابش مثلا مناسب نباشه تو تاکسی گفته که آقا اگه من ببینم توی راننده تاکسی رو را اول میام گواهی نامتو میگیرم مجوز تاکسی تو میگیرم پس میشه مقصر نظام امروز دیتای من اینه پس هر اتفاقی داره میفته میگم گردن نظامه این بچه رو الان از تیم فوتبالش محروم کردن گردن نظامه و نظامی که در این سطح از اظهار نظر احساس عجز احساس ناتوانی میکنه این نشانه نشانه سقوطه این نظام نمیتونه بگی من مقتدرم این نظام شاید در حوزه نظامی در برابر دشمنان وجودی این مملکت حرفی برای گفتن داشته و داره و این واقعیت هست این تحریف نیست اما در برابر مردم خودش بسیار بسیار ناتوانه چون دیگه اینجوری هم حکومت داری نمیشه کرد یعنی الان خیلی جالبه شما برید بهشت زهرا کلا اصلا دیگه اسکان دارن نیروهای امنیتی رو اونجا به زهرا. یعنی شما هر سری میرن اونجا الان ما پدر زنمون خب فوت شده مادر زنمون همش میره هفته یه بار میره به اشت هر سری میره میگه پر معموره این دفعه رفته بوده سالگرد مهداد میناوند بوده اوه پر معمور واقعا سالگرد مهداد میناوند دیگه چه ربط داره میترسن نه از دل, دل این جنازه خب این نظام وقتی نظامی که همه چی رو دیگه داره با مردم خودش امنیتی جلو میره این نظام دیر یا زود بعد پشت پایی خواهد خورد و اصلا اینجوری هم بخواد بره جلو هزینه است این اصلا حکومت داری نیست این یعنی استبداد این یعنی نمیدونم اسمش چی میتونیم بذاریم ولی هر چی بذاریم نامش حکومت داری نورمن گفتم ما بعد از اتفاق مهسا دیگه این نظام به سمت یک حکومت داری نیمچه نرمال هم نمیتونه بره همیشه در حالت قرمز باید حکومت داری کنه یعنی یه فوتبالیستی که حرفی نزده تو این اومدی محروم کردی یعنی عزیزم اوضاع خیلی خرابه خیلی قربونتون برم شب و رو روزگار خوش پاینده ایران